سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. حکومت آخوندی نابود باید گردد. حکومت آخوندی نابود باید گردد. مرد بر خامنه ای، لعنت بر خامنه ای. پایداری زندانیان مقاومی که از ایستادگی مجاهدان اشرفی الهام گرفتند و سوگند خوردند که تا آخرش خواهند ایستاد. آنها یک هفته توطئه و فشار و شکنجه دشخیمان برای تسلیم کشاندنشان را ناکام گذاشتند. درود بر مقاومت زندانیان سیاسی. درود. عاقبت قلب پرتپش و سر پرشور رادمردی که 57 سال زندگی پربارش مشهون از تلاش و مبارزه برای آزادی مردم ایران و دفاع از حقوق حق آنان بود، آماج تیر کینه سران رژیم آخوندی و شقاوت تروریست های اعزامی رژیم خمینی شد و آن مدافع خون شهیدان پس از 9 سال رو در روی مستقیم با دیپلمات تروریست های خمینی و کارزاری هات و مبارزه پرفراز و نشیب در بعد از ظهر 4 اردیبهشت 69 به شهادت رسید. درود بر دکتر کاظم قهرمان که با تمام قوا در راه خلق و در دفاع از رهبری سازمان مبارزه کرد و سرانجام در این راه به شهادت رسید. درود. به خانواده های زندانیان بند 350 زندان اردبیل دست به تجمع اعتراضی زدند تا صدای زندانیان باشند که اکنون مجروح و مظلوم اما با اراده های استوار در سلول های انفرادی اروین زیر شکنجه قرار دارند. روز دوشنبه برای دیدار فرزندانشان به شکنجهگاه اروین رفتند، اما وقتی با پاسخ منفی و توهین دشقیمان مواجه شدند، جوابشان فریادهای پرطنین مرگ بر دیکتاتور بود. سال روز شهادت شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی گرامی باد. خونی که آن روز در شهرک کوپه بر زمین ریخت، هر سال انبوهی از هموطنان، پشتیبانان مقاومت و همچنین مردم و شخصیت‌های سیاسی سوئیس و دیگر نقاط جهان را گرد می‌آورد. این خون هنوز هم سپر دادخواه خون مجاهدین و مدافع آزادی مردم ایران و رسواگر جلادان حاکم بر میهن ماست. می جوشد و می خروشد و تا صدور حکم جلب و محکومیت سران رژیم خونخوار آخوندی به عنوان جنایتکارترین علیه بشریت ادامه خواهد یافت. زندگی دکتر کاظم در تلاش و فعالیت سیاسی فشرده و سازماندهی یک پیکار بین المللی جهت نجات جان زندانیان سیاسی و مجاهدان و مبارزان راه آزادی ایران گذشت. تمام توان و هستیش را صرف خدمت و جنبش مقاومت حق طلبان میهنش کرد. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی.